سلام، چند شب پیش در شهرک شهید جایی یه اتفاقی افتاد. یه دفعه ساعت 8:30 شب بود که این افراد اومدن خودروهای مردم رو با شمشیر، دیگه اسم قمه و نیمچه و اینا نمیشد گذاشت رو وسیلشون، به شدت تخریب کردن، رعب و وحشت ایجاد کردن، فحاشی کردن، شمشیرها رو دور سر خودشون گردوندن و خیلی شرایط بدی رو به وجود آوردن. در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شدن. همراه ما باشین تا ببینیم ماجرا چگونه بود. ولی ساعت 8:30 شب 9 مهر ماه امسال از طریق بیسیم متوجه شدیم که دو تا از ارزوباش جاده رو بستن و ماشین مردم رو دارن تخریب میکنن. بلافاصله مأمورین کلانتری شهید رجایی در محل حاضر شدند. دستور سردار فرماندهی محترم انتظامی مشهد و حضور سرکلانترمون، جانشین سرکلانترمون و جانشین محترم کلانتری اونجا هستن حسنپور. مشخص شد که 5 مرد جوان ضمن عربده کشی و با استفاده از شمشیر شیشه عقب 12 دستگاه خودروی سواری بیگناه رو در حد فاصل حر 13 تا حر 15 مورد تخریب قرار داده بودند و از محل متواری شده بودند. شیشه ماشین جلو در مغازمون پارک بوده. بعد گفتن بیان که دارن چند نفر از لوباش میزنن شال میشکنن. داخل مغازتون خرید کنیم برگشتیم دیدیم که دمسا ما گفتن شیشه ماشین رو چکوندم. اومدیم بیرون دیدیم چند نفر قمه به دستن و زن این بلا سر ماشین ما آوردن. همه فرار میکردن. بچه های کوچیک همه جیغ میکشن، فرار میکردن. خانوم ها جیغ میکشنن. هیچ کنه جلوشون رو میگیرن. مأمورین کلانتری با بررسی دقیق مستندات پرونده و تحقیقات گسترده میدانی تحت هدایت مستقیم جناب سرهنگ حسنپور، جانشین زحمتکش کلانتری شهید رجایی، 2 تن از عاملان شرارت رو شناسایی و در ساعت 1 بامداد همون شب اینها رو در یک عملیات ضربتی غافلگیر و دستگیر کردند. مقاومت نکرده، همه تماشا کردن و کار درستی هم کردن. نمیشد بری جلو دیگه. با اون وضعیتی که اینا داشتن و شمشیر و قداره که دست شما اصلا نمیشد بری جلو. اونجوری به ردیف می‌زدن ماشینا رو میره. به ردیف 3-4 تا ماشین که ما پشت سر هم بودیم ماشینای ما رو زدن. چند تا ماشین زده بودن؟ هولوش 15 تا ماشین بود. دیگه بعد دیگه انتهای راه فکر بچهای سایده اومدن دنبالشون و فرار کردن. رو زدن و سریع رفتن. نه خیلی همجوری اصلا انگار تو حالت عادی نبودن. آره همونجور قدم زنان بار خودشو میرفتن و میومدن. شما میدیدین قشه؟ آره ولی خب نمیشدن باشون درگیر بشه دیگه. نمیشه جلو بری چون وقتی کسی که داره اینجوری تو خیابون به اون شلوغی عبده میکشه 100% به تو امره هم نمیکنه. با چند تا دوستان نشسته بودیم، بعد نشسته بودیم مشروب میخوردیم. یکی از بچه ها حساب کن مشروب ما که تمام شده همونجا نشسته بودیم، یکی بچه ها گفت که بیا بریم داخل خیابون میخوام بریم دعوا. خب شما میگه حالت طبیعی نداشتین درسته؟ شما پس اگه حالت طبیعی نداشتین چجوری تصمیم گرفتین شما زمانی که تخریب خود رو داری انجام میدین یک نفرتون رو موتور فیلمبرداری کنه از صحنه ای که شما دارین انجام میدین؟ این دلیلش چی بود؟ حقیقتا من ندیده بودم، ولی موقعی که حساب که آمدم داخل هر ریفته با موتور واسطه بود سوار موتور شدیم که اومدیم داخل کشاورز. کی واسطه بود سوار موتور؟ همون رفیقمون که حساب که اونجا منتظر ما بود که ما بیش که داخل گوشی دوستتونه که ما اونجا که نشستیم او داخل ما اونجا که تو راسته بودیم اون داشت فیلم گرفته، من خبردار نبودم که فیلم. همین دوستت که الان اینجا هست که با شما با خودت بوده، همین نفر اصلی که با خود نفر دوم بوده، چون شما داری میگین این شمشیر را آورد، الان فیلم تو گوشی بند خودیه که گرفته دیشب ریخته اینو داشتن با فیلمو کی گرفته؟ همون نفری که پشت موتور بوده. حالتون طبیعی بود، به هر حال حالت طبیعی داشتین، حواستون جمع بوده دیگه. حواستون جمع بوده دیگه تصمیم گرفتین شما تخریب بکنین، یکی هم از کنار با موتور بیاد فیلم بگیره. دلیلش چیه؟ میخواین قدرت نمایی کنیم؟ اون رو من خبر نداشتم که داره فیلم میگیره. موقع آخه خب واسه چی باید همچی کاری بکنی که یه دفعه بزنین اینطوری منطقه رو به هم بریزین انقدر مردم بترسن؟ دیگه این رفیقمون فاز برداشت رفت که ما دوام کنم اینا رفت جلو. با همی دوتا نگاه کن جاده رو بستیم ساختمون یه همچه پیه تمام. در زمانی که مشروب خوردین چند نفر بودین؟ 4 نفر. 4 نفر؟ بله. 4 نفر تو مشروب مصرف کردین؟ بله. من اونجا تو داروخانه بودم، ماشین یه دقیقه گذاشتم رفتم داروخانه، بعد بچه‌م هم تو ماشین بود جلو نشسته بود،
بچه 7 ساله نشسته بود تو ماشین، تا اومدم دیدم شیشه ماشین اینجوریه دیگه، تا بچه رو پیاده کردم اینا رد شده بودن رفته بودن، یعنی یک بار زده بود رفته بود، بعد راه برگشت دوباره اونجور 3 تا دیگه زد، همین وا خوب بود به همینجا زد، جای دیگه نزد، رفت و برگشت، رفتن تا جلو رفتن بعد دوباره برگشتن زدن اونجا، ما همونجا وایساده بودم اصلا نمیدونستم جریان چیه. شمشیرا رو از کجا آوردیم به این تیزی و به این وحشتناک؟ شمشیرا رو از خونه برداشتن. از کجا آورده بودی؟ تو خونه که سیزن شمشیرا نداره که. اونا رو نمیدونم ولی از خونه برداشتن که به من دادن یک. کی برداشت؟ شمشیرا رو کی برداشت؟ دو تا شمشیر بود که دست رفت داخل برداشت. از کجا هست؟ خانه کی؟ خونه. از خانه کی؟ همون جایی که نشسته بودیم یک دونه اون یک دونه. بودیم خانه کدوم کی بود؟ خونه. خونه افغان درسته؟ شما اطفایی درسته؟ بله آقا اطفام. شناسایی داری؟ اقامت داری؟ جان از این سرشماری ها دارم. اطفایی برای چی از این کارا میکنی؟ شما که آمدی اینجا داری زندگی میکنی کار میکنی، شما برش داری اراذل بازی در میاری؟ ایشون که میخواستن وقتی بیان، آقای دمی رفیقمون دیگه که میخواست بیان قبل این که بشینن عرق بخورن، همون وسیله دستش بود آمدن اونجا عرق که خوردیم با هم، بعد ایشون بلند شد که مثلا اعصابم خراب، من میرم جاده رو میبندم، فهمیدی؟ یکیشون هم تازه آوردن اب نداره همونطور بزنید. ایشون گفت که من میرم جاده رو میبندم، ما همه بلند شدیم گفتیم نگاه کن 4 تا پیک عرق خوردی بعد مسبازی در نیار بشین سر جات. اول بگو صورتت چی شده؟ صورت همینه که به چاب شوخی زد. شوخی این همه با چی زد؟ با پوست تخمه. داخل خونه نسته بودیم داشتیم عرق میخوردیم، من تش اومدم که کلن سپه خوردم، مستم نبودم، حالت طبیعی بودن. حالتون هوشیار بودین درسته؟ من عادی بودم یکم، بله من کار نداشتم. بس تو حالت عادی تخریب میکردین درسته؟ من تخریب نکردم اصلا. بس کی تخریب کرده؟ شمشیر الان شمشیر از تو خونه شما کش شده که یه شمشیر. اینا رو دوستم میگیرم، من فقط دستم گرفته بودم. دوستون گفت که شمشیرها رو شما آوردی که؟ شمشیر مال من نیست به خدا، من اصلا شمشیر ندارم. خودت گفت که شمشیرها رو شما آوردی که، شما آوردی گفتی بریم راه ببندیم که. من اصلا شمشیر ندارم، شمشیرام یکی دیگه. شما تشویق کردی بقیه دوستاتو که برین خیابون رو ببندیم، ماشینا رو تخریب کنی. الان داری حرف تو عوض میکنی؟ نه خب من تو خونه بودم، شمشیرها همین دوست اومده بود بهم داده بود گفت تو خونه بذار باشه. هر موقع دعوا شد شما شمشیر رو بهش داده بودی؟ اصلا به اون شمشیر از رفت از خونه خودش رفت آورد، دو تا شمشیر آورد داخل کاشنش بود سر کشاورزی، یکی داد به من یکی رو خودش برداشت. پس شمشیر مال خودشه درسته؟ شمشیر من دادم ندادم دستش. خب پس این فیلمی که داخل گوشی شما هست از صحنه تخریب و راوندونتون گرفتین چیه؟ فیلم رو نگاه کنید مشخص میشه من گوشه واسطه بودم، اصلا شیشه ماشین ها نزد. تحرکات و فعالیت های اراذل اوباش و افراد متجری دائما در رصد اطلاعاتی پلیس قرار داره و در صورتی که هر گونه اوباشگری و یا قانون شکنی رو انجام بدن، پلیس هوشمندانه و مقتدرانه در خصوص اینها برخورد خواهد کرد و هیچ عملی از اونها مخفی نخواهد. شما بودی با اینا؟ من رفته بودم جا دوستم، یهو دیگه همین دوستم گفت که بریم شیشه ماشین اونا بیاریم پایین، تو بیا فیلم بگیر، به من گفت که دیگه منم باهاشون رفتم دیگه، با ازشون فیلم گرفتم. رفتی فیلم گرفتی؟ فیلمو شما گرفتی؟ فیلم بگیر به کار دارم لازم دارم، گفت فیلمو گفت به شما فیلم بگیر درسته؟ الان هاشم میکنیم میگم نه من بسم میخورم که خودش گفته کو برام فرستادن. پس شما دارید رو میگی دوستان دیگه همه دارن چلنگو ما افتاده به گفته شما این کار انجام دادن که به درخواست شما این کار انجام دادن کننم این چلان اینجا خودش گفت من تو بیا فقط سوار موتور باش از من فیلم بگی لازم دارم واسه کسی میخوام خودش مطرح کنه بگه من منم مثلا کسی ام درسته زندامی بشه منم واسهش قسم خورد گفت تو رو خدا تو بیا فقط از من فیلم بگیر. خب بعدی که ماشینا رو تخریب کردیم کجا رفتیم؟ موتور مال کی بود شما سوار بودی؟ موتورم مال خود بود درسته؟ شما با کی سوار موتور بودی؟ من راننده بودم. خب گفت بیا راننده بشین ما رو ببر اونجا که من ماشین بیارم پایین تو فیلم بگیر. زمانی که اینا داشتن تخریب میکردن شما ایستاده بودی؟ بعدی که تخریب کردین رو به اشد انجام دادین کجا رفتی؟ منو دیگه سوار موتور شد گفت منو ببر خانه دوستم. رفتن خانه آره؟ شمشیر دست کی بود؟ کی؟ هر دوتاش؟ هر دوتا دست بودا؟ شمشیر رو آورد؟
آخه شما که برای چی کار میکنی؟ شما که ما آمدیم خونتون، خانومت که بارداره، خانومت پابمای بنده خدا، اصلا ما رفتیم حالش خراب شد، شما برای چی کار میکنی؟ من قسم دو گفت بیا بریم، من همیشه میرم جای دلین میکنم. در این پرونده که از ابتدا تا انتهای اون توسط مأمورین زحمتکش کلانتری شهید رجایی و خصوصا جانشین محترم کلانتری انجام شد، با اشراف اطلاعاتی، تلاش شبانه روزی موفق شدن 5 نفر از اعضای اوباش سابقه دار و معروف رو در کمتر از 10 ساعت، یعنی 8:30 شب، این شرارت در حر 15 و 13 اتفاق افتاده بود و ساعت 5 صبح همون شب مأموریت به اتمام رسید. حال بده داشتم همه ما، خیلی بودیم اینجا، ما و آقای دیگه خیلی بودیم اونجا، ولی خیلی بدجور بود، اصلا خیلی بد بود حالش. ماشینا رو دادن هم امروز دفتن خسارت، میگن 1,800,000 شیشه عقب ماشین، 200 هم فقط دادن کارواش که مثلا چی 2,000,000 الان خسارت دادن. حال ماشین ما 2,000,000 بوده، ماشین بنده خدا که حالا مثلا قیمت شیشه‌اش الان معلومه چقدر باشه تو بازار، یعنی دیگه ماشین ما الان شیشه‌اش گیر نمیاد دیگه، انقدر دردسر و نصف روز الله. افرادی که قصد اوباشگری و قصد قدرت نمایی دارن اخطار میدیم که پلیس در کمین اونهاست و در لحظه‌ای که انتظارش رو ندارن به سراغشون خواهیم اومد و باهاشون برخورد خواهیم کرد. از همین الان که تصویر و صدای من رو دریافت میکنن، دست از اوباشگری، دست از شرارت، دست از اراذلگری بردارن که حتما برخورد پلیس و برخورد قانون با اونها برخوردی بدون گذشت و قاطع خواهد.